ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. آمریکا بر عزم خود بر نصب سیستم دفاع موشکی در اروپا به منظور مقابله با تهدید رژیم آخوندی تاکید کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات اتمی با رژیم ایران طرح موشکی ایالات متحده را برای اروپا تغییر نخواهد داد. به گزارش وال استریت جورنال، تنها دو روز مانده به دور بعدی مذاکرات اتمی با رژیم ایران در ژنو، جان کری امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای لهستانی خود در ورشو گفت هیچ توافقی با رژیم ایران وجود ندارد، هیچ چیزی تغییر نکرده است و طرح‌ها برای سیستم دفاع موشکی مطلقاً به قوت خود باقی و روی هدف متمرکز می باشد، هیچ چیزی تغییر نکرده و تغییری هم پیشبینی نمی کنم. واشنگتن پست نیز گزارش داد جان کری در دیدارهای روز گذشته خود در ریاض گفت در مورد مذاکرات اتمی با رژیم ایران به عربستان سعودی اطمینان داده است. کری دولت اوباما را در این زمینه کری کوتاه آمدن دولت اوباما در این زمینه را رد کرد و گفت ایالات متحده اجازه نخواهد داد رژیم ایران به تسلیحات اتمی دست یابد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد مراسم رژیم آخوندی به مناسبت سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا گفت نمایش روز دوشنبه در تهران که شامل شعار مرگ بر آمریکا بود مشکلات دیرینه عمیقی را نشان داد و افزود آمریکا در مورد برنامه مظنون اتمی رژیم ایران هوشیار می‌ماند. آسوشیتد پرس نیز در این باره نوشت سر دادن شعار مرگ بر آمریکا امیدها برای گرم شدن روابط را به باد داد. این امر چشمانداز شکاف‌های داخلی در درون رژیم ایران را عمیق‌تر می‌کند. جان متزلر خبرنگار سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در حاکمیت ولی فقیه را مایه ننگ دانست و طی مقاله‌ای که در نشریه ورلد تریبیون منتشر شد نوشت نقض وحشتناک حقوق بشر باید در مذاکرات اتمی رژیم ایران با غرب روی میز قرار گیرد. نقض سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با وجود روی کار آمدن حسن روحانی ادامه دارد. چنین تجاوز وحشتناکی به حقوق بشر بخشی از جوهره سیاسی رژیم ایران از زمان حاکمیت ملاها بوده که مایه ننگ است. جنگ گرگ‌ها با تشدید بحران‌های داخلی و بین‌المللی رژیم آخوندی بر سر مذاکرات اتمی و رابطه با آمریکا همچنان ادامه دارد. به دنبال اظهارات ولی فقیه ارتجاع در مورد مذاکره و رابطه با آمریکا، کیهان خامنه‌ای در سرمقاله خود نوشت: طیفی از سیاستمداران ورشکسته طی چند سال اخیر سعی کردند به نام دفاع از منافع ملی یا تظاهر به حمایت از دولت جدید، آمریکا را قدرت غالب و ایران را کشوری مستعصل و ناچار از تسلیم و سرکشیدن جام زهر معرفی کنند. آنان تلاش می‌کنند مسئولان را بترسانند که باید زبان در کام کشید و نازک‌تر از گل به شیطان بزرگ نگفت و عاجزانه به گدایی او پرداخت. ارگان ولی فقیه ارتجاع با اشاره به حرف‌های اخیر خامنه‌ای افزود بدین ترتیب تلقی‌های اشتباه از تاکتیک نظام را باید دور ریخت و آنها را به استراتژی کلی استکبار ستیزی عرضه کرد. رهبر انقلاب از موضع استراتژیست نظام بار دیگر راه گندم نمایی و جوفروشی را بستند. در همین حال رئیس جمهور ارتجاع با سرخوردگی از تلاش‌هایش برای رفع تحریم‌ها گفت رفع تحریم‌های پیچیده غرب به زمان مناسب و کافی احتیاج دارد. وضع تحریم‌ها علیه ایران اتفاقی نبوده که در مدت یک سال یا چند ماه واقع شود. به همین دلیل رفع آن پیچیده است. همزمان روزنامه حکومتی ابتکار نوشت موافقان و مخالفان مذاکره هر دو نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات تردید دارند. تیم مذاکره کننده تعریفش از موقعیت ایران در مقابل گاو چموش آمریکایی فرق دارد و میگوید باید از این رو در روی به کناری آمد. از سوی دیگر آخوند احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع گفت کسانی که گمان می‌کنند می‌توانند با تغییر در دولت
آهسته آهسته مجلس و بعد از آن مجلس خبرگان را بگیرند، بدانند مردم به خوبی می دانند که هدف آنان اصل ولایت فقیه است و تا ما هستیم نمی گذاریم به این خواسته خود برسند. به یفسود 68 شبکه ماهواره‌ای و 48,000 سایت اینترنتی الغا می کنند رابطه با آمریکا مشکلات ایران را حل می کند. پاسدار الله کرم، سردسته چماقداران خامنه ای آخوند رفسنجانی و آخوند روحانی را دروغگو عنوان کرد و گفت ایراد اول در کار روحانی این است که گفت خزانه خالی است. امیدواریم روحانی نقشی را بازی کند که منافع را به همراه داشته باشد، نه اینکه آمریکایی ها بگویند تحریم ها باعث شده است تا ایران دست گدایی دراز کند. اگر بگوییم خزانه خالی است و یا دروغی مثل اینکه امام خواهان حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده است را مطرح کنیم، عملیات گسترده آمریکا را در پی دارد. با خبرهایی از تحولات عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. تلویزیون العربیه در گزارشی از سفر نوری مالکی به آمریکا گفت نوری مالکی در واشنگتن با انتقادات داغی مواجه شد، به این دلیل که عراق به راهروی هوایی برای ارسال سلاح از طرف رژیم ایران به سوریه تبدیل شده است. آنچه که از همه داغ‌تر بود، انتقاداتی بود مبنی بر این که دولت مالکی برای انتقال کمک‌های نظامی به رژیم اسد یک پل هوایی بین تهران و دمشق گشوده است و واشنگتن معتقد است هادی آمری وزیر حمل و نقل مالکی نقش محوری در تأمین سلاح بازی می‌کند. گزارش‌های اطلاعاتی که مالکی در واشنگتن با آنها روبرو شده است از پروازهای تجاری صحبت می کرد که وابسته به ماهان ایر و ایران ایر است که با تسهیلاتی که هادی آمری فراهم می کند رژیم ایران با این پروازها سلاح و تجهیزات را از طریق آسمان عراق از تهران به دمشق حمل می کند. این هواپیماها بدون این که مورد بازرسی قرار بگیرند عبور می کنند و تحت عنوان کمک‌های انسانی ثبت می‌شوند. العربیه در گزارش خود افزود به رغم اینکه مالکی و آمری بارها انکار کردند که در درگیری‌های سوریه طرف هستند، اما رابطه هادی آمری با رژیم تهران غیر از این را می‌گوید. آمری رابطه بسیار دوستانه‌ای با فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی دارد، کسی که نقش اساسی در ارسال کمک‌های نظامی ایران به دمشق بازی می‌کند و این رابطه است که مطلقاً آمری آن را انکار نکرده است، بلکه به داشتن این رابطه نیز آشکارا اشاره می‌کند. العربی افزود این رابطه‌ها در سال‌های دهه 80 میلادی برقرار شده است، زمانی که آمری به ایران رفت و به سپاه بدر ملحق شد که خمینی آن را در سال 1980 برای رویارویی با دولت قبلی عراق بنیان گذاشت و در آن آمری پله به پله ارتقا یافت تا اینکه فرمانده آن شد. بسیاری معتقدند که آمری هنوز هم تا امروز از رژیم ایران حقوق ماهیانه دریافت می‌کند. در همین رابطه تلویزیون رافدین هم گزارش داد که منابع امنیتی آمریکا اسنادی را فاش ساختند که نشان می‌دهد هادی آمری سرکرده شبه نظامیان بدر و وزیر راه و ترابری دولت مالکی اجازه داده است که یک پل هوایی برای رژیم ایران فراهم شود تا سلاح برای نظام اسد برساند. به گفته تلویزیون عرافدین این اسناد در جریان دیدار مالکی از واشنگتن به او نشان داده شده است. این اسناد که دولت آمریکا آن را به مالکی در حین دیدارش از واشنگتن ارائه کرده نشان می‌دهد به رغم اینکه مالکی قبلا تعهد داده بود که به هواپیماهای ایرانی حامل سلاح اجازه عبور از آسمان عراق را نخواهد داد، ولی این اقدام هادی آمری را پرده پوشی کرده است. فراکسیون پارلمانی احرار وابسته به جریان صدر عراق سفر مالکی به واشنگتن را شکست خورده دانست. مشرق ناجی سخنگوی این فراکسیون گفت سفر مالکی با تمام معیارهای سیاسی و پروتکلی شکست خورده بود است. شکست مالکی در محقق کردن آشتی ملی و کشاندن عراق به ورطه خشونت دلیل کافی برای آمریکاست که خواسته های مالکی را نپذیرد.
مثال العالوسی رهبر حزب امت عراق نیز گفت ای کاش مالکی و هیئت عراق با این عملکرد لرزان و ضعیفشان به آمریکا نرفته بودند. ای کاش هیئت عراقی به جای اینکه از پرونده سوریه صحبت کند از مسائل مربوط به عراق سخن می گفت یا در مورد هواپیماهایی سخن می گفت که انبوهی سلاح از ایران از طریق آسمان عراق به سوریه حمل می کنند. جواد حسناوی نماینده پارلمان عراق از جریان صدر گفت قدرت و پول حرام مالکی را مغرور کرده است. حسین شریفی نماینده پارلمان عراق نیز گفت مالکی نخواهد توانست برای دور سوم به حاکمیت برسد، چرا که 8 سالی که بر عراق گذشته سیاه‌ترین دوره تاریخ این کشور در همه زمین‌ها بوده است. با خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. رزمندگان ارتش آزادی سوریه مواضع نیروهای اسد در تل هربون و جبل شیخ واقع در غرب دمشق را به تصرف خود درآوردند. به گزارش تلویزیون الجزیره اهمیت موضع تل هربون در این است که بر روستاهای اطراف دمشق مسلط می باشد. درگیری در این منطقه همچنان ادامه دارد. یگانهای ارتش آزادی سوریه یک ستون کامل نظامیان اسد را در اتوبان دمشق قنیطره در هم کوبیدند. این نیروها در حال اعزام به همان مواضع بودند که ارتش آزادی آنها را تصرف کرده است. یکی از سرکردگان سپاه پاسداران در سوریه به هلاکت رسید. خبرگزاری رویتر به نقل از خبرگزاری اطلاعات رژیم موسوم به مهر گزارش داد محمد جمالی پاقلعه فرمانده سپاه پاسداران از استان کرمان در یک درگیری شدید در دمشق کشته شد. رویتر به نقل از دیپلمات‌های غربی افزود رژیم ایران متحد بشار اسد است که میلیاردها دلار کمک و شمار نامعلومی از مشاوران نظامی خود را به سوریه اعزام کرده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بحران سوریه گفت سوریه کشوری اشغال شده توسط رژیم ایران می باشد. این رژیم به منظور کمک به حکومت سوریه برای قلق و غم مردم به این کشور رفته است. و یفسود مهمترین گام رژیم ایران برای نشان دادن حسن نیت خود در مذاکره با گروه 5+1 خارج کردن نیروهایش از سوریه و خارج کردن همپیمانان لبنانیش یعنی حزب الشیطان از این کشور می باشد. والری آموس رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل گفت تعداد مردم نیازمند به کمک در سوریه به بیش از 9 میلیون نفر افزایش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده توسط والری آموس 6.5 میلیون نفر از مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند ولی در داخل سوریه باقی ماندند. تعداد این آوارگان در ماه ژوئن 4 میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد گفت 40% مردم سوریه محتاج کمک‌های بشردوستانه هستند. به گفته این سازمان شرایط زندگی برای مردم سوریه به سرعت رو به وخامت می‌گذارد. همزمان ابتلای 10 کودک سوری به ویروس فلج اطفال و احتمال شیوع آن در این کشور به نگرانی‌های سازمان‌های بشردوستانه دامن زده است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، بشار اسد مانع رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به مردم محاصره شده سوریه می‌شود. و آخرین خبر این ساعت، ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. در این دیدار چشم‌اندازهای همکاری بین دو کشور و تحولات مسئله فلسطین و بحران سوریه و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و موضع هر دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در همین جا به پایان می‌رسد.
تا بخش بعدی خبر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.